خیلی آدمای بودن افتادن دست پاشون شکسته. پارسال یک موردی داشتیم اینجا فوتی. متاسفانه همه ساله داریم مواردی که سقوط از ارتفاع بیمارستان عملی مراجعه میکنن و متاسفانه آمار هر سال نسبت به سال گذشته بیشتر میشه. آمارها نشون میدن کمتر از یک ماه 53 نفر در خراسان شمالی از درختان گردو سقوط کردند. موضوع سقوط از درختان گردو در دومین استان تولید کننده این محصول است. برای بررسی بیشتر این موضوع به باغهای گردو رفتم. استان خراسان شمالی حدود 3000 هکتار باغ گردو داره. برای بالای درخت گردو تکرار بدید زیر پاتو بیه خشک است. خلاص میشه میای پای. یک عمر صافاق رو مطبخ میکنی خودت مطبخ کرد. زن بچت مطبخ کرد. وسیله‌ای که باش گردو رو میزنن چیه باشه؟ با چوب میزنن، با چوب. چوب یک چوبه یومگن 6 7 متری با او میزنن جمع میکنن. یک روش قدیمی با خطرات بسیار. از 8 متری افتاده بود و سنگ خورده بود، هم لگن شکسته بود هم دست شکسته بود. بیمه کردن به پیش پا افتاده ترین راهکار برای باغداران تبدیل شده. میخوای یک نفر بیمه کنیم بیا یک چوب هم داره میزنن مریضه. به خاطر اینکه بیمه پاسخگو باشه و خدا نکرده اگر مشکلی پیش اومد، به هر حال شرط زندگیشون خیلی دچار مشکل نشه، من 10 روز بیمه شون کردم. این تضمینی برای نیفتادن نیست. خیلی مردن دارم مکنم زندگی برد بریم که خون مردن همه زندگی شاید بیورم همه از بین رفتن. الان بند خدایی که رفته نکات ایمنی رعایت کرده؟ کمربندی؟ نه هیچ. در برخی کشورهای قطب تولید گردو کمتر درختی دیده می شود که بشود از آن بالا رفت. درختان پای کوتاه گردو به صرفه تر از گونه های قدیمی است. این یکی از گردوهاییه که در تقریبا 3 سال گذشته پیوند خورده در فروردین ماه و 3 ساله هست، بالغ است. امسال هم در حدود 1000 تایی گردو داره. با یک تغییر در نهال گردو، درخت 6 متری پرمحصول جایگزین درخت 30 متری کم محصول می شود. عمل کرد و کیفیت اون بسیار مطلوب تر خواهد بود. همرس هست و اینکه امکان این وجود داره به طور مکانیزه برداشت بشه. نقطه دیگر و محصولی دیگر. پیش از این تجربه کاشت نخل‌های پای کوتاه به جای نخل‌های بلند موفقیت‌آمیز بوده. درختان بلند گردو همچنین باعث ایجاد سایه‌های بزرگتری هم میشن که این باعث میشه کشاورز زیر درخت گردو محصولی کاشت نکنه. با این درختان بلند گردو احتمال اینکه ما از روی درخت بیفتیم خیلی بیشتر از اینه که بتونیم گردویی رو از روی درخت پایین بندازیم. افشین صادقی، خبرگزاری صدا و سیما، بجنورد.